اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از نوشته هایی که دیده می شود راجع به مجلس خبرگان زای نوشتن، نه مثل این که خودشونو قیم ملت ایران خیال کردن و خیال کردن ملت ایران رشد ندارد و احتیاج به قیم دارد. ملت ایران با کمال آگاهی و هوشیاری برای پیاده کردن دستورات اسلام قیام کرد و انقلاب کرد و انقلاب ایران انقلابی بود اسلامی. جوانهایی که همه شهید شدن در راه اسلام شهید شدن. شعار ملت این بود که آزادی، استقلال، حکومت اسلامی. و معنی حکومت اسلامی این است که مقررات اسلامی در چارچوب اسلام خلاصه حکومت برقرار باشد. بنابراین وقتی که بخواد قوانینی تنظیم بشه برای چنین حکومتی، بایستی اونهایی که کارشناس مسائل اسلامند باشند برای تنظیم مقررات، همینطور که آقای فوزی هم فرمودند. ملت با بصیرت و هوشیاری علما و اهل علم را انتخاب کردند. البته اکثریت با اهل معممینه، ملاک امامه نبوده است. ملاک این که کسانی باشند که شناسایی داشته باشند نسبت به اسلام، آگاه باشند به مسائل اسلامی و پایبند و متعهد باشند. آقایون مثل این که دلشون میخواست یک حکومت خلاصه در سبک غربی که آزادی مطلق باشد، نه در چارچوب قوانین اسلام. وقت اوقاتشون تلف شده است از اینکه یه افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام انتخاب شدن برای اداره مجلس. باید به اونها گفت که ملت با هوشیاری انتخاب کرده است و احتیاج به قیم هم نداشته است و نداره. شما نسبت به کار ملت حق ندارید قضاوت بکنید. حالا خودشون رو منتسب به ملت کردن به صرف این که اضافه شد به یا ملت یا بهش چسبید، این نمیشه خلاصه بگیم که قیم ملت باشند و هرچه میگوین خواسته ملت است. و خبرگان را که ملت انتخاب کردن برای همین بود که اینا خبیره به قوانین اسلام هست. ملاکش هم عمامه نبوده است، ملاکش آگاهی و آشنایی به مسائل اسلام بوده. خب دستور جلسه مون اصل 41: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل حد اکثر در مدت 24 ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. البته با توجه به این که این اصول سه مرتبه اقلن بررسی شده است، یک مرتبه در کمیسیون های اختصاصی، یک مرتبه در کمیسیون 7 نفری منتخب آیان، یک مرتبه در کمیسیون مشترک صبح مورد بررسی قرار گرفته است، ظاهرا دیگه حرفی نداشته باشد مگه یه سوالات خیلی جزئی مختصری. آقای خامنه‌ای سوالی دارید یا؟ من و صبحم مطالبی گفتم که خیلی موثره و این غلط و تأثیر ندادن. یعنی مخالفی با این اصلی؟ آقای اکرمی شما موافق یا مخالف؟ اصلا نیستم. بله؟ مخالف؟ این دو بگوید. آقای نیستن؟
آقای موسوی تبریزی مخالف یا موافق؟ موافق. آقای رحمانی موافق یا مخالف؟ مخالف. مخالف. خب پس آقای خامنه‌ای شما تشریف بیارید در مورد مخالفت صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم. عذر میخوام که بار دومه که من این مطالب رو این ایرادات رو عرض میکنم. صبح گفتم و به نظرم آمد که نکته روشن شده و این رو اصلاح میکنن. توجه بفرمایید، نوع آقایون در کشاکش مبارزاتشون در دورانهای گذشته گرفتار شدند و زندان رفتند و دیدند که چطور از اونجایی که قانون قرص محکم بود تخلف میشد. در قانون قدیم لازم بود که تفهیم اتهام بشه به محض گرفتاری، به محض عبلت نبود تفهیم اتهام میباس بیشد و مرجع تفهیم اتهام اون جایی بود که میگرفتن، مثلا کلانتری یا ساواک. به طور معمولی چون کلانتری ها و کلانترها ضابط دادگستری محسوب میشن، اینها مأمورند که کسانی رو که یا متهم هستند یا بالاخره طرف شکایت هست اینها رو ببرند و این شخص اولین حقی که داره اینه که بدانه چرا گرفتن. این رو بهش میگن اصطلاحاً تفهیم اتهام و در همون موقع که این حق داده شده بود رعایت نمیشد با وجود که قانونی بود. تا دو سه روز یا یک هفته هم نگه میداشتند و این منعکس نبود که گرفتار شده، چون به محض اینکه تفهیم اتهام میکردند در اون صورت جلسه تحقیقات مشخص میشد که ایشون هست و اعتراض میکرد باید ترتیب اثر میدادن. این 24 ساعتی که ملاحظه فرمایید در قانون سابق و در قوانین قبل برای تفهیم اتهام نبود، برای این نبود که به متهم ابلاغ شود، ابلاغ فوراً باید بشود، برای این بود که متهم رو که گرفتند حالا یا تفهیم اتهام کردند یا نکردند زود از این ضابط دادگستری اون زیرزمینی کلانتری به مرجع صالح برده بشه. مرجع صالح دادسراست و بازپرس از جهات مختلف صلاحیت بیشتری داره برای اینکه بالاخره به این اتهام رسیدگی کنه. این من حالا بحث زیاد نمی کنم چون صبحم گفتم، ولی من این ماده رو ازش اینطور استفاده می کنم که فردا این رو وقتی دست کسی دادید موضوع اتهام باید با ذکر دلایل حد اکثر در مدت 24 ساعت به متهم ابلاغ شود. تا 23 ساعت به این شخص حق دادید به اون مرجع که اصلا نگن تو رو چرا گرفتیم. و اگر خیلی مقرراتی باشن رأس ساعت 24 که این شخص آبرومند رو گرفتن با دلیل واهی، با اتهام واهی، ولی خب گرفتن برای اینکه گفتن آقا این فراری است و باید گرفت و این حق رو اون ضابط داره که بگیره، ولی باید زود رسیدگی بشه. به متهم ابلاغ میشه، 24 ساعت میگذره ابلاغ میشه و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم میشه که معلوم نیست اسرع وقت با توجه به مقدماتی که اونجا هست چقدر طول میکشه. یعنی کلانتری اگه صلاح دونست شخصی رو که با یک اتهام ساده‌ای که بعد تبرئه خواهد شد، چون معمولاً معلوم نیست که مجرم باشه و جرمش ثابت بشه، این رو در ظرف 24 ساعت اتهام رو بهش تفهیم میکنن و یک چند روز نگه میدارن به مناسبتی که مأمور رو نداریم، وسایل تکمیل پرونده نیست، باید تحقیق محلی بشه، شاهدها بناس بیان، احضار شدن، ارسال شدن و از این قبیل مقدمات، و اون رو میتونن از 24 ساعت تا چندین مدت، چندین روز، چندین ماه، هر چقدر که مقتضیات باشه حتی توی زیرزمینی کلانتری نگهش دارن. این 24 ساعت رو که اینجا گذاشتن هر کس و هر وکیلی قاضی بدید حدس میزنه که در این بین چیزی در چاپ افتاده، ولی که 24 ساعت صرفا مال این است که مرجع صالح یعنی دادسرا ارجاع بشه. این اصل به این صورت نه فقط حقی ایجاد نمیکنه برای مردم، حقوق گذشتهشون رو هم از دستشون میگیره و خیلی هم خطرناکه و اصلا تو فرم نیست، یعنی چیزی که در جای معمول باشه شده باشه نیست.
حق مردم رو، مردم رو در خطر میندازه، نه فقط از یک مقام. فقط کافیست که یه پاسبانی به یه مناسبتی بگیره و یه صورت جلسه تشکیل بدن. خطرناکه. صبح تذکر دادن، ترتیب اثر ندادن، مجددا مزاحم شدم، عذر میخوام. آقای موسوی تبریزی به عنوان موافق. پیشنهاد می کنم در خدمت. بگذارید. بسم الله الرحمن الرحیم. این اصل 41 که دستور جلسه ما هست، من فکر میکنم از اول تا آخر نه اشکال قانونی دارد نه اشکال شرعی دارد. برانچه اون اشکالات که آقای خامنه‌ای فرمودن کافیست که با یه اتهام با یه چیزی پاسبان بیاد یخی آدم بگیرد و ببرد، این از کجای اصل نمیدونم میاد. هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. اون پاسبانی که میخواد متهم را یا به صرف اتهام بگیرد باید قانون تکلیف را معین بکند، قانون بهش اجازه بده. قانون چه اجازه میده؟ اون وقتی که از نظر اون مراجع صالح این آدم مجرم شناخته بشد و بعد برای شما اتهام هست ولی برای مراجع صالح جرم است، جرم اون طرف ثابت شده است. پس به صرف این که آدم مثلا یه پاسبان بیاد یخی آدم بگیره از این عبارت فهمیده نمیشه مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکند. و اما موضوع اتهام، بله، ترتیب بازداشت به دست به قول جناب یزدی ترتیب بازداشت و ترتیب گرفتنش هم به حکم قانون هست. پس به صرف اتهام نیست، این هیچ جاش هم خطر نداره که فردا یخه یکی را در مملکت بگیرن به مجرد نباید هم ترتیب گرفتن و هم اصل گرفتن به قانون باید باشه. و اما موضوع تام باید با ذکر دلائل حد اکثر در مدت 24 ساعت به متهم ابلاغ شود. این حد اکثر زمان ممکن هست، ممکنه در همون دقیقه در همون ساعتی که گرفتن بردن کلانتری یا جاه دیگر در اونجا براش بگوین، ممکنه نگوین، ولی حدی که بر اون به اصلاح مرحله اول داده شده است تا 24 ساعت حد معقولیه. و این که جناب آقای خامنه‌ای فرمودن سابق در زمان طاغوتی طور بوده، اونجا قانونم درست بود و کسی هم این طور نمی کرد، این اشکال زامن اجرا هست، اشکال کیفیت اجرا هست، نه اشکال قانونه. اشکال مال کیفیت اجرا قانون هست. بعد از آنی که یه کسی متهم هست، متهم به سرقت، متهم به قتل، متهم به زناست، متهم به اخلال بر علیه امنیت مملکت هست، این مقدار باید دست دولت رو ما باز بذاریم که او را، اون کسی که متهم هست، در شرع هم همطوره، در شرع هم صبح با آقایون جناب آقای طباطبایی اینها بودن، این هم صحبت شد که در از نظر شرع هیچ اشکالی نداره کسی که واقعا متهم هست بر این جرم ها، بر اون گناه هایی که یاد گناه شخصی است و یاد جرم اجتماعی است، میتونیم در شرع هم اینو به یک قالب، به یک چیز به اصلاح بیندازیم، بگیم برای جلوگیری از منکرات، برای جلوگیری از درهم برهم بودن عالم اجتماع بشری، حاکم شرع میتوند این کار بکند، هیچ اشکالی هم نداره. یه کسی که متهم برای یه جرمیه او را بگیرن ببرن، منتها باید اون افرادی که او را گرفتن ضامن اجراء قانون اگر صحیح بشه و به طریق صحیح بخواد قانون اجرا بشد، به مجرد گرفتن اول مرحله چی میبرن کلانتری، اونجا باید ذکر اتهام با دلائل.
اگر ممکن نشد مثلا هنوز چیز نشد تا حد اکثر 24 ساعت و این چه فرمودن تا آبروش میرد اینها تا کسی در مزان تهمت که واقع شد آبرو رفتن این فرق نمیکند این که یه دقیقه بجیرن ببرن کلانتری یا 24 ساعت در کلانتری نگهداره این برای این جهتش فرق نمیکند کسی که در معرض تهمت هست معرض اتهام پاسبان یا یه مقام صالح بیاد او را بجیرد یه دقیقه هم بجیرد یا 24 ساعت نگهداره در این جهتش فرق نمیکند پس بنالله زاد این هم از نظر شرعی اشکال نداره که برای جلوگیری از منکرات برای ایجاد جامعه با صلاحیت برای اینکه مجتمع اسلامی باشد میتونیم این از نظر حکم شرعی هم تنفیذ بکنیم یعنی به اون فقیه اون کسی که ولی امر است میتونه تنفیذ بکند هیچ اشکالی هم نداره میموند جمله سوم و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد و اینم اسرع وقت معلومه این دیگه باز مربوط هست به کیفیت اجرا اسرع وقت وقتی که کسی را که متهم هست گرفتن بردن کلانتری یا مقام دیگر باید مقدمات محاکمه او را اگر ممکن تا حد اکثر 24 ساعت حد اکثر نگر داشتنشون 24 ساعت بعد وقت مقدمه محاکمش فراهم بکنن در اصل وقت اگر کسی متخلف بشد قانون جور میشه این نه خلاف شرع است و نه خلاف بله میدونم اون نگهداریشه حالا اجازه بدید به ترتیب آقای فاتحی فرمودن مگر به حکم ترتیب که قانون معین میکند مراد قانون مدنی یا شرعی مراد همون قانون مدنی که مطابق با شرعه ما دو تا قانون نداریم بله و حق اینو ما قرارمون این شد صبح اگر کسی در کمیسیون مشترک گروه ها حاضر نشه حق بحث نداره اینو میذارم کنار پس بنالازا قانون همون قانون مدنی قانون مدنی ما هم قانون شرعی قانون جزا قانون جزایی بل فکر میکنم این طور هست حالا باز نظر آیون چه بشه بفرمایید این از که آقای خامنه‌ای چی؟ آقای خامنه‌ای فرمودن که در قانون قبلی به مجرد این که دستگیر میکردن اتهام را میگفتن حالا چه باعث شده که 24 ساعت تأخیر داده این کنه؟ اونجا اینطور بوده فکر نمی‌کنم در به مجرد همون دقیقه چه بردن کلانتری باید چی بود آقای پرورش فرمودن اس بعد ببینید آقای پرورش اسرع وقت نسبی است و نمیتواند به طور صحیح ضامن اجرا باشد حالا اجازه بدید جواب اینو شما سوال دارید بنویسید بفرستید جواب اینو بدم اسرع وقت درست نسبیه بعد از آن که ما به اتکاء این مطلب اینو در اسرع وقت نوشتن که بهترین عبارت هم هست بعد از آن که قرار شد دادگاه های ما دادگستری های ما مراجع قضایی ما هم از نظر قانون و هم از نظر افراد به کلی شرعی باشد در اسرع وقت مثلا اسرع وقت ممکنه دو ساعت ممکنه دو روز ممکنه ده روز تا اونجا که بالاخره موضوع اتهام و دلائل اتهام اینا را جمع جورش بکنن تا بازپرسی ازش بکنن و بعد طبق قانون رفتار بکنن بنالازا این باز مربوط به کیفیت اجرا این احکام ضامن اجرا میخواد اجر ضامن اجراء درستی نداشته باشیم شما در اسرع وقت هم بردارید بگید تا دو ساعت بازم درست از آب در نهاد آمد باید ضامن اجراء صحیح داشته باشیم در اسرع وقت ممکنه از نظر دادگستری و دادگاه و فلان ممکنه دو ساعت طول بکشه ممکنه ده ساعت طول بکشد این در اون جهتش از اون نظر که شما دارید اشکال میکنید تمام اشکال ها متوجه هست به کیفیت اجراء قانون و الا اصل قانون حق قانون فکر میکنم اشکالی نداره همونجا چه ممکنه دیگه
نمیتونید، ما نمیتونید بدید دو ساعت وقتش نمی، ببینید آقا شما نمیتونید وقتش معین بکنید، ممکنه بدید دو ساعت ولی پرونده هست که از دو ساعت کمتر اون درست میشه، اونجا اون دو ساعت اون بیچاره اونجا چه کار بکنه؟ بدید دو ساعت ممکنه پرونده باشه که 10 ساعت وقت میخواد تا متشکل بشه، بنابراین بهترین عبارت اسرع وقت ممکن هست اینجا گفته شده است. متهمی دستگیر نشه. اینا این آیون میگن متهمی اصلا دستگیر نشه مگر اون که واقعا جرمش علنی و آفتابی شد اونجا گرفته. اینم که هر دو مرد در ممه چدی داره. بسه آقای مصابی وقت شما دو تا پیشنهاد دیگه هم شده است اینجا.